درود و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک بسته تازه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. از ولایت تخار خبر می رسد که در اثر انفجار خونین در این ولایت 7 تن کشته و زخمی شدند. همچنین قطر به طالبان وعده کمک ها و همکاری های تازه را داده است. در همین حال یک ملای افغان در ایران با مسعود پزشکیان رئیس جمهور این کشور از پول گرفتن شماری از مکاتب دولتی این کشور از مهاجرین افغان شکایت کرده است. از سوی هم از لبنان خبر می رسد که بر اثر انفجار پیجرهای اعضا و هواداران حزب الله لبنان 37 تن کشته شده و بیش از 3000 نفر زخمی شدند. همچنین 2 رسانه خارجی بر اثر تحقیقات که به تازگی انجام دادند دریافتند که از ابتدای جنگ اوکراین و روسیه 120 هزار سرباز روسیه کشته شده و آنان کشته شدن 70 هزار آن را مستند کردند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. اما قبل از آن و جهت حمایت از ما، لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. از ولایت تخار خبر می رسد که بر اثر وقوع یک انفجار در یک موتر رنجر طالبان 4 نظامی حکومت امارت اسلامی جان باختند. به گفته منابع این انفجار حوالی ساعت 7 شب گذشته 30 سنبله در چهارراهی مرکزی شهر طالقان مرکز این ولایت رخ داده است. به گفته منابع در این رویداد 4 فرد ملکی دیگر نیز زخمی شدند. گفته می شود که انفجار ناشی از نصب ماین کنار جاده‌ای بوده که یک رنجر فرماندهی امنیه طالبان در این ولایت را هدف قرار داده است. منابع خاطر نشان کرده که زخمیان این انفجار یک مرد کهنسال و 3 پسر جوان بوده که به شفاخانه منتقل شدند. و ادعای منابع در نتیجه این رویداد رنجر نیروهای امارت به گونه کامل تخریب شده و به شماری از دکانهای اطراف آن آسیب رسیده است. طالبان اما تا کنون در این مورد چیزی نگفته و آن را رد و یا تایید نکردند. این حادثه در تخار در حال واقع شده که روز گذشته تلاشی خانه به خانه نیز از این ولایت گزارش شده است. منابع میگویند که نیروهای طالبان هدف از تلاشی خانه ها را جستجوی آدم ربایان خوانده و ده ها خانه را تلاشی و بررسی کردند. تلاشی خانه به خانه در تخار پس از آن صورت گرفته است که در حدود 4 روز پیش آدم ربایان در شهر طالقان یک دانش آموز به نام نظام الدین را به قتل رسانده و برادرش را ربودند. طالبان می گویند که با مجرمین برخورد جدی می کنند. آنان از جوانان می خواهند تا به کارهای خلاف قانون و خلاف نظام دست نزنند. همچنین به دنبال انتشار گزارش ها مبنی بر پول گرفتن شماری از مکاتب ایرانی از دانش آموزان مهاجر افغان، میثم خلیلی یک ملای هزارت تبار و فعال اجتماعی گفته است که این موضوع را با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در میان گذاشته است. وی افزوده است که آقای پزشکیان و نماینده زنان در دولت وی هر نوع پول گرفتن از دانش آموزان افغانی را نادرست و خلاف خوانده و افزودند که این موضوع را به صورت جدی پیگیری می کنند. آقای خلیلی از مهاجرین افغان ساکن در ایران خواست است تا نامها و موقعیت این چنین مکاتب را برای وی بفرستند تا بار دیگر از مهاجرین سوء استفاده نکنند. گفتن که اسم این مدارس و اسم این مناطق رو برای ما ذکر کنید تا ما به صورت جدی مسئله رو پیگیری کنیم. لطفاً اسم این مدارس رو برای من ارسال کنید تا انشالله بشه کار کرد. همزمان با این قاسم رضایی جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی ایران میگوید که اتباع غیر مجاز باید به کشور خود برگردند. وی هشدار داده که با کارگری اتباع غیر مجاز خرید و فروش ملک یا وسایل نقلیه برای آنان و یا استفاده از آنان در امور مانند نگهبانی جرم است.
در همین حال ارتش اسرائیل اعلان کرده که در حمله هوایی در بیروت پایتخت لبنان ابراهیم عقیل فرمانده ارشد حزب الله را با 10 تن از اعضای واحد نیروهای نخبه این گروه کشته است. اسرائیل از عقیل به عنوان فرد نظامی شماره 2 حزب الله لبنان یاد کرده و افزوده که او با واحد نیروهای نخبه این گروه در حال طراحی یک حمله گسترده علیه اسرائیل بوده است. مقام‌های صحی لبنان هم اعلام کردند که در نتیجه این رویداد دست کم 14 تن جان باخته و 66 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که وضعیت صحی 9 تن زخمی ها وخیم است. همچنین اعضای شورای امنیت سازمان ملل در جریان نشست روز گذشته جمعه 3 سنبله خواستار تحقیق در مورد انفجار همزمانی پیجرها و بیسمهای نیروهای حزب الله شدند. به گفته رسانه ها در این انفجارها دست کم 37 نفر از جمله 2 کودک کشته شده و بیش از 3000 نفر زخمی شدند. منتقدان این عملیات میگویند که این گونه حملات زنگ خطر را برای همه به صدا درآورده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقات مستقل، شفاف و کامل در مورد این حملات و پاسخگویی عاملان آن شده است. عبدالله بو حبیب وزیر خارجه لبنان در این شورا هشدار داده که پس از انفجار پیجرها و بیسیمها در کشورش هیچ کس در جهان در امان نخواهد بود و این موج انفجار دستگاه‌های ارتباطی را حمله تروریستی نامیده است. در همین حال میدیا زونا یک رسانه مستقل روسی به همراه سرویس جهانی بی بی سی مرگ 70,000 سرباز روس را از آغاز جنگ اوکراین تا کنون مستند کردند. این آمار بر اساس اطلاعات موجود از جمله بیانیه‌های رسمی، اعلامیه‌های مرگ در رسانه‌ها، اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و همچنین سنگ قبرها در قبرستان‌های روسیه به دست آمده است. با ادعای بی بی سی ما نام 70,112 سرباز روسیه کشته شده در جنگ اوکراین را شناسایی کردیم، اما با گفته این رسانه با نظر می رسد که شمار واقعی بیش از این تعداد باشد و گزارش این دو رسانه تعداد واقعی سربازان کشته شده حدود 120,000 نفر تخمین زده می شود. گفتنی است که ارائه این آمار در روسیه ممنوع است و با پیگرد دولتی به همراه می باشد. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.